آخر را برو بسن آخر چون در من طرف او برو دوستان ببخشید یک مشکل فنی پیش اومد که شرمنده شدیم خیلی عذر میخوام سلام آقای دکتر وقتتون بخیر شب شما بخیر سلام آقای ولیزاده صدای من رو دارید؟ بله داریم خیلی عذر میخوام گوشی های ما همه دو سه تا اینجا همه هنگ کرد متاسفانه اینترنتش یکم قطع و وصل شد خیلی عذر میخوام خواهش میکنم شب شما هم بخیر باشه ممنون متشکر از دوستانم عذرخواهی میکنم که ما هی قطع و وصل شد ولی الان هستیم در خدمت شما امیدوارم که لایو بسیار و گفتگوی بسیار خوبی داشته باشیم که مناسبت اعدام آزادی خواهان تبریز و حضور روس ها در ده دی 1290 و عاشورای 1330 شده حضرت عالی همه دوستان شما رو میشناسن و نیازی نیست که بنده معرفی کنم و خب شروع کنیم لایو و گفتگومون رو با این مطلب که آقای دکتر چه شد که ما به اینجا رسیدیم که در عاشورای امام حسین علمای تبریز و علمای برجسته ای هم بودن خب محبوب هم بودن به دار آویخته شدن و این اتفاقات افتاد و مردم چه اتفاقاتی چه پیش زمینه ای بود که این اتفاقات در طی از سال 1265 تا 1290 اتفاق افتاد که این رویداد حادث شد بله خب به نام خدا و با عرض سلام و شب بخیر خدمت شما آقای ولیزاده عزیز خانم باقر نسب هم فکر کنم حضور دارن چون یه لحظه ایشون رو هم دیدم بله و دوستان عزیز و ارجمندی که در این برنامه حضور دارن از دانشجویان عزیز از دوستان ارجمند من و همه کسانی که بیننده در واقع این برنامه زنده ای هستند که شما ترتیب دادید و زحمتش رو کشیدید تشکر میکنم از مساعی و تلاش های شما دوستان عزیز صفحه قجا تبریز برنامه خودش رو با این برنامه در واقع فعالیتاش رو با این برنامه آغاز کرد برای همه شما آرزوی توفیق دارم خب شما اشاره کردید به موضوع این نشستی که ما در خدمت شما و دوستان عزیز خواهیم بود خب امروز برابر هست با 110 سالگرد در واقع اشغال تبریز به دست روس‌ها و تبدیل تبریز به قتلگاه آزادی و مشروطه ایران یا مسلخ آزادی و مشروطیت ایران خب ابتدا گرامی می‌دارم یاد و خاطره کوشندگان راه آزادی استقلال حاکمیت ملی و سعادت این سرزمین رو خب اشاره کوتاهی شما کردید که در عاشورای 1210 یعنی دقیقاً در دیماه 1210 روس‌ها جمعی از آزادی‌خواهان و مبارزان راه مشروطه و حاکمیت ملی رو در تبریز به شکل فجیعی به دار آویختند. خب این رویداد بسیار مهم و وحشتناکی است در تاریخ معاصر ایران. و از اون رویدادهایی است که
متاسفانه به اون چندان تحت عنوان یک موضوع مستقلی پرداخت نشده است. اگر هم مطالبی آمده، در لابلای تحقیقات و نوشته های کلی تحت عنوان تاریخ مشروطه ایران به این حادثه و رویداد غم‌انگیز اشاره شده است. اما اینکه این اتفاق چرا افتاد و در چه زمینه‌ای شکل گرفت، ما باید برگردیم به عقب، به گذشته در واقع نچندان طولانی در سده 19 تاریخ جدید ایران. خب اگر به گذشته برگردیم، منظورم گذشته خیلی دور نیست، گذشته ای هست که ایران وارد سده 19 شده و این سده در واقع آغاز تاریخ جدید ایران به شمار میره، یا به عبارتی تاریخ معاصر ایران. خب مواجهه روسها با ایران و آن اتفاقاتی که در نخستین سالهای سده 19 شکل میگیره، ایران رو وارد میدان مناسبات بین المللی می کند و تمام تحولاتی که بعد از آن شکل می گیرد ذیل این ورود ایران به میدان مناسبات جهانی هست. به طور مشخص ما اگر بخوایم مواجهه روسها با ایران یا ایران با روسها رو در سده 19 و همینطور سالهای آغازین سده 20 که مربوط هست به بحث امروز ما دنبال کنیم، می توانیم این بحث رو، این مناسبات رو در چند برهه زمانی در واقع به بحث و بررسی و تحلیل بگذاریم. برهه در واقع نخستی که طبقه بندی کردم، تقسیم بندی کردم من از مناسبات ایران و روسیه، متعلق هست یا برمیگردد به صدر قاجار، ورود روسها به قفقاز و به دنبال آن شکلگیری جنگ های اول و دوم روس، ایران و روس، و معاهدات گلستان و ترکمنچای که همه دوستان و عزیزان در واقع در ارتباط با اون آگاهی های بسنده و شایسته ای دارد. خب این برهه نخست است. سبقه غالب این برهه نخست در واقع نظامیگری هست، یعنی روسها سیاست نظامیگری رو و اشغال رو در این دوره دنبال می کنند و با اتکا به برتری های نظامی خودشون مقاصد و اهداف سیاسی و اقتصادی خودشون رو دنبال می کنند. این برهه رو با چنین مشخصاتی ما می شناسیم. برهه زمانی دوم برمی گردد به دوره ناصری. در دوران طولانی سلطنت ناصرالدین شاه تا آستانه مشروطیت، یعنی دوره مظفری، رویکرد روسها در سیاست خارجیشون نسبت به ایران رویکرد سیاسی و اقتصادی هست. اینها بر اساس آنچه که در ترکمنچای به دست آوردند و همینطور اتفاقاتی که بعداً پدید آمد، در مناسبات خودشون با ایران تغییر تاکتیک دادند. به چه معنا؟ به این معنا که آمدند و تلاش کردند نفوذ سیاسی خودشون رو در ساختار
اداری و سیاسی ایران گسترش بدند و در کنار اون منافع اقتصادی خودشون رو دنبال کنند، به گونه ای که ما اگر بخواهیم یک مقایسه ای با انگلستان و دیگر کشورهای اروپایی که کم و بیش در سیاست ایران این دوره حضور داشتند بکنیم، وزن روسها از نظر نفوذ سیاسی و اقتصادی قابل مقایسه با انگلیسی ها و دیگر کشورها نیست. نفوذ روسیه در این دوره در ساختار اداری سیاسی و به دنبال آن اهداف و اغراض اقتصادی به گونه ای هست که روس ها می توانند هم امتیازات بزرگی از ایران بگیرند و هم اینکه بتوانند جلوی برخی امتیازات رو هم چه پنهان و چه آشکار با نفوذ خودشون بگیرند، از جمله امتیاز یا قرارداد رویتر یا امتیاز تالبوت که روس ها در اون نقش تاثیرگذاری رو ایفا کردند. از جهت اقتصادی هم تراز بازرگانی روس ها در مقایسه با دیگر کشورها خیلی بالاست، به گونه ای که اصطلاح امپریالیسم روبل رو در تعریف مناسبات اقتصادی ایران با روسیه در این دوران به کار میبرند. خب این مشخصات و ویژگی های برهه زمانی دوم هست، اما برهه زمانی سوم رو ما در دوران نهضت مشروطیت ایران میبینیم. خب لازم به یادآوری نیست که چه اندازه روسها با جریان مشروط خواهی ایران مقابله و ضدیت و دشمنی و خصومت کردند. همه ما اهل تاریخ این رو میدانیم، به خاطر منافع اقتصادی و سیاسی خود در ایران و منطقه. سیاست انگلستان در این برهه متفاوت هست در قبال نهضت مشروطیت ایران. همه میدانیم که انگلیسی ها در این برهه از مشروطیت ایران با مشروطیت ایران همراهی کردند، کم و بیش با سیاست هایی که گاه همراهی بود، گاه تایید بود و گاه در واقع البته در بعضی به اصطلاح مقاطع خیلی کوتاه متفاوت از این عمل می کردن. اما در کلیت سیاست انگلستان سیاست همراهی با جریان مشروط خواهی ایران بود. خب مشروطیت بر اساس آن چیزی که همه می دانیم پیروز شد، اما پیروزی مشروطه به این معنا نبود که در واقع روسها در ایران در سیاست خودشون تغییر رویه‌ای بدن. مشروطیت در کلیتش چه چیز را دنبال میکرد؟ مشروطیت استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران را دنبال میکرد. از آرمانهای مشروط خواهان و آزادی خواهان ایران این مؤلفه ها و این شاخص ها بود. خب طبیعی بود که استقرار نظامی که بتواند این ویژگی ها و این شعارها رو به منشأ ظهور برساند کاملا در تضاد با منافع و اهداف روسها در ایران در منطقه به ویژه قفقاز بود. خب روسها باید چاره‌ای می‌اندیشیدند. آنها در همراهی با محمد علی شاه و تایید اقدامات او فروگذار نکردند. همه می‌دانیم حادثه به توپ بستن مجلس اول و برچیدن مشروطیت در ایران امکان نداشت بدون همراهی روس‌ها به انجام برسد، به سرانجام برسد. اصلا چنین چیزی محال بود. خب روس ها
در این برهه چنین نقشی رو ایفا کردند در تابستان 1287 و به دنبال آن مشروطیت از ایران رخت بربست و به قول کسروی از ایران آذربایجان ماند و از آذربایجان تبریز ماند و از تبریز امیرخیز ماند. خب این نوشته حماسی و در واقع بسیار مشهور کسروی خود گویای همه چیز هست. هر آن چیزی که مشروط منسوب مشروطیت بود توقیف شد، بسته شد، مشروطه خواهان پراکنده شدند و روسها ظاهرا به در واقع هدف خودشون رسیدند. خب این برهه چنین ویژگی هایی دارد. به دنبال این دقیقا و استبداد صغیر شکل گرفت و مقاومت مردم 11 ماهه تبریز که می دانید نقش روسها در این مقاومت 11 قطع شد یه لحظه آقای ولیزاده فکر کنم. بله هستید آقای دکتر، هستید. بله، همه می دانیم که روسها چه نقشی رو در جریان مقاومت 11 ماهه مردم تبریز ایفا کردند در کمک به اردوی استبداد، محاصره کنندگان در واقع 4 گوشه تبریز و انواع اقسام کارشکنی ها، مانع تراشی ها و تحریک و ترغیب عناصر ضد مشروطه در داخل شهر تبریز و گاه برنامه های ضد انسانی و ضد اخلاقی که در این 11 ماه اینها صورت دادند و در نهایت در پایان 11 ماه مقاومت مردم تبریز هم که می دانیم تبریز رو اشغال کردند به بهانه رساندن آذوقه به تبریز، تبریز اشغال شد و اون اتفاقاتی پیش آمد که در واقع در تاریخ ماندگار هست. خب این برهه سوم هست. اما برهه چهارم که به بحث ما برمیگردد و من خیلی خلاصه اون برهه ها رو عرض کردم، برهه است که از نظر زمانی 1288 تا 1290 رو در بر میگیرد، یعنی دوران مجلس دوم. این را هم بگویم که در تاریخ مجالس ایران مجلس اول و مجلس دوم با وجود تمام خامی ها، ناپختگی ها و تجربه نخستین پارلمان در ایران از مجالس مهم، تأثیرگذار و پاک در تاریخ در واقع معاصر ایران به شمار می رود. خب با فتح تهران مقاومت مردم تبریز در واقع نتیجه داد و تهران فتح شد و محمد علی شاه از سلطنت خلع شد و می دانیم که به سفارت روسیه پناهنده شد و باقی قضایا و از ایران رفت. خب ساختار اداری سیاسی ایرانی مقدار تغییر کرد. احمد شاه به سن قانونی نرسیده بود و باید با نایب السلطنه در واقع اداره می شد به جای شاه مستقر و خب نظام مشروطه دوباره احیا شد و همین روسها رو دوباره به تکاپو انداخت که در مقابل جریان احیای مشروطیت ایران بار دیگر تمام تلاش ها و کوشش های خود رو صورت بدن. خب ما می دانیم که محمد علی شاه یا محمد علی شاه مخلوع یا بگیم شاه سابق بعد از اینکه از ایران رفت خاموش نماند، با همراهی روسها فعالیت های چشمگیر را صورت داد در آذربایجان، در نقاط مختلف ایران با بسیج نیروهای ایلی، عشایری و رجالی که به هر حال دل در گرو استبداد و
محمد علی شاه و روسها داشتند. یکی از این اتفاقات در تابستان 1290 رخ داد که محمد علی شاه با حمایت روسها اقدام به آمدن به ایران و لشکرکشی به تهران کرد با حمایت روسها و برادرانش و ایادی و نیروهای داخل، که خب با نیروی مقاومت ملی که شکل گرفت، مخصوصا در مجلس حزب دموکرات و اعضای حزب دموکرات و در بیرون از مجلس محافل آزادی خواهی که همراهی می کردن با برنامه های مجلس دوم، خب این توطئه شکست خورد. شکست محمد علی شاه در دستیابی محمد علی میرزا، در واقع در دستیابی مجدد به تاج و تخت، خشم روسها رو برانگیخت. خب در این شکست آذربایجان و انجمن تبریز و نمایندگان آذربایجان در مجلس نقش بسیار موثری ایفا کردند. این رو عرض کردم بدانید که روسها چه کینه ای از تبریز و مشروط خواهان تبریز به دل داشتند. خب من نمیخوام اینجا کرونولوژی رویدادها و وقایع نگاری رویدادها رو در اینجا بگم که همه دوستان اینها رو میدانند. اما در صحنه سیاست داخل و در صحنه بین الملل چند اتفاق مهم رخ داد که در موضوعی که ما روی اون بحث میکنیم بسیار مؤثر و تاثیرگذار بود. خب مجلس دوم، ابتدا به سیاست داخل بپردازیم. مجلس دوم مجلسی بود که دموکرات ها در اون نقش مؤثری ایفا کردند. مصوبات این مجلس مصوباتی بود در جهت حاکمیت ملی. یکی از بهترین مصوبات این مجلس استخدام مستشاران خارجی بود و به طور مشخص مورگان شوستر آمریکایی برای اصلاح و ساماندهی امور اقتصادی ایران. او را به تهران فراخواندند و مقام خزانه‌داری کل را به شوستر دادند. خب اقدامات شوستر که حالا به اون اشاره خواهم کرد، در واقع دشمنی روسها با مشروطه ایران رو شدت بخشید. از طرف دیگر در صحنه سیاست بین الملل هم حوادثی رخ داد که در ایران تأثیر خودش رو گذاشت، که در این دوره به طور مشخص ما میتونیم به بحران مراکش اشاره کنیم. خب میدانیم که قرارداد 1907 که بین ایران و بین انگلستان و روسیه منعقد شد، ایران رو بین اینها تقسیم کرد عملا، بدون اینکه به اصطلاح دولت ما ازش خبردار بشه. بعدن در واقع خبرش منتشر شد. چند سال قبل از اون در 1904 در قراردادی بین فرانسه، انگلستان و اسپانیا، مراکش و مصر در واقع بر اساس این قرارداد تقسیم شدند بین این سه دولت. مراکش بین فرانسه و اسپانیا تقسیم شد و کنترل و اداره مصر هم به انگلیسی ها سپرده شد. این دوره چه دوره ای هست که به تدریج ما شاهد قدرتگیری فزاینده آلمان هستیم در اروپا و در صحنه معادلات قدرت در جهان. خب بحران مراکش در 1900 و حدوداً 10-11 که شکل گرفت، آلمان رو وادار به در واقع واکنش کرد. آلمان در مقابل این قراردادی که بسته شد واکنش نشون داد و استقلال مراکش رو به رسمیت شناخت. همین باعث آشکار شدن به اصطلاح
اختلاف و رویارویی قدرت های بزرگ، البته در شکل جدیدش در صحنه سیاست اروپا شد. خب آلمان تهدیدی برای انگلستان به شمار می رفت. انگلیسی ها هم از فرانسه حمایت می کردن در قبال آلمان و هم اینکه انتظار داشتند روسیه نیز از اونها حمایت کند. در قبال این انتظار از روسها، صحنه سیاست ایران رو در این برهه چهارم در بس در اختیار روسها قرار دادند. یعنی اینجا انگلیسی ها برخلاف حمایتی که یا همراهی که با جریان مشروطه ایران در آغاز کرده بودند، در اینجا همراهی نکردند، یا خاموش نشستند در مقابل مداخلات فزاینده روسها، و یا اینکه در پاره موارد اقدامات اونها رو تایید کردند، همراهی کردند، چیزی که محافل روشنفکری و سیاسی اروپا رو علیه انگلیسی ها برانگیخت و وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماتی انگلستان به شدت مورد اعتراض و انتقاد قرار گرفت در ارتباط و در پیوند با این رویکردی که در این زمان انگلیسی ها در قبال تجاوزها و مداخلات در واقع روس ها در ایران اتخاذ کرده بودند. خب این مسائل داخلی و این اتفاقات صحنه سیاست خارجی را اگر کنار هم بگذاریم، متوجه میشیم که و یا نتیجه میگیریم که عملا در این دوران روسها یک کتاز سیاست ایران هستند. برنامه اونها هم بی هیچ گفتگو مقابله با جریان مشروط خواهی ایران هست که شعارش چی هست؟ حاکمیت ملی، استقلال، تمامیت ارضی. یعنی چیزی که اساساً روسها باوری به این در واقع مفاهیم و ارزشها نداشتند، اعتقادی نداشتند. خب در یک چنین وضعیتی روسها وقتی انگلیسی ها رو با خودشون همراه دیدند، به مداخلات خودشون رنگ بیشتری دادند، جریتر شدند. اقدامات شوستر هم، اقدامات دموکرات ها در مجلس، برنامه های اصلاحی مجلس و به طور مشخص شوستر فقط کار اقتصادی نمی کرد، همدلانه با دموکرات ها همراه بود، با نیروهای مقاومت ملی همراه بود، با رجال مشروط خواه و آزادی خواه همراه بود. اختناق ایران را بخوانید، اختناق ایران را اگر بخوانید، شما با فردی مواجه میشید که دل در گرو سعادت و ترقی ایران دارد. با کسی مواجه میشید، با شخصیتی مواجه میشید که کمتر از یک ایرانی وطن پرست به سرنوشت این مملکت فکر نمی کند. شوستر چنین شخصیتی بود. البته انتقادهایی به شوستر میکنند برخی ها که اقدامات شوستر باعث شد که روس ها آن فجایع رو در ایران در واقع ایجاد کنند و اگر شوستر مقاومت نمی کرد، کوتاه می آمد، شاید این اتفاقات نمی افتاد. به هیچ وجه این پیشگویی، این تلقی ابدا وجهه در واقع تاریخی و درست از نظر اون واقعیات زمانه نمیتواند داشته باشد. اگر شوستر هم نبود، روسها به بهانه‌ای همین اقدامات رو صورت میدادند. خب برنامه های اصلاحی شوستر رو کم و بیش همه دوستان میدانند. شوستر آمده بود به همراهی برخی رجال وطنخواه، آزادیخواه و مشروطخواه سرسامانی به وضع وخیم اقتصادی ایران بدهد.
آمد بحث مالیات از سیاستمداران و ملاکان بزرگ متنفذ رو مطرح کرد. جالب این هست که روزها در بین چند طبقه نفوذ چشمگیر تاریخی داشتند. طبقه ملاک، رؤسای ایلات و عشایر، نه همشون، علما و سیاستمداران. و بعدن مشخص شد با واکنشی که روس‌ها به برنامه‌های شوستر نشان دادند، مشخص شد که چه تعداد از این رجال ما تحت الحمایه روس بودند. پرده برافتاد و آنچه که نباید آشکار میشد آشکار شد. یکی از برنامه‌های شوستر این بود که از ملاکین و سیاستمدارانی که اراضی وسیعی رو در اختیار داشتن مالیات بگیره. خب یه امر داخلی بود، اما روسا اعتراض کردند که این آقایونی که شما میخواید از اونها مالیات بگیرید، اینا تحت حمایه ما هستند، بنابراین شما نمیتونید از اونها مالیات بگیرید. به شدت انتقاد کرد. از برنامه های دیگر روس شوستر که خشم روس ها رو برانگیخت، انتصاب های شوستر بود. شوستر افرادی پاک وفادار به نظام مشروطه که اغلب هم گرایش های ضد روسی داشتند، هم آلمانی و هم انگلیسی، اینها رو به مناصب و مقام های خزانداری کل در ایالات و ولایات ایران منصوب کرد، به ویژه در آذربایجان. که خب این هم خشم روسها رو برانگیخت و مقدمات در واقع اقدام عملی و نظامی روسها رو فراهم کرد. اما آنچه که خیلی در واقع سر صدا کرد بحث شعاع السلطنه بود. این داستان داستان عجیبی است در تاریخ مشروطه ایران. خب شعاع السلطنه میدانید که برادر محمد علی میرزا یا محمد علی شاه مخلوع بود. در جریان لشکرکشی محمد علی میرزا برای دستیابی مجدد به تاج و تخت، شعاع السلطنه از او حمایت کرد، امکانات خودش رو در اختیار نیروهای محمد علی میرزا قرار داد. بعد از اینکه این ماجرا شکست خورد، مجلس ملی مجازات کرد کسانی که با محمد علی شاه همراهی کرده بودند. یکی از اینا شعاع السلطنه بود. تصویب کرد که اموال و املاکش باید ضبط بشه. شوستر در مقام اجرای مصوبه برآمد. روس‌ها باش مقابله کردند. قزاق‌ها رو سفارت روسیه فرستاد به خانه و املاک شعاع السلطنه که شوستر نتواند اونها رو ضبط بکند. یعنی تا این اندازه روز، و انگلیسی ها فقط نظارگر بودند. فقط نظارگر بودند برای اینکه نیاز داشتن به حمایت روس ها در صحنه سیاست بین الملل. عملا قرارداد 1907 در اینجا بخش اعظمش به سود روس ها تمایل پیدا کرده بود. یعنی نفوذ و قدرت انگلیسی ها در این دوره در ایران خیلی خیلی محدود است. خب اقدام دیگر شوستر که من اون رو یک شاهکاری برای شوستر و ابتکاری برای او میدانم و متعلق به او میدانم، نامه های او و مقالاتی است که در روزنامه های معروف دنیا نوشت. او مداخلات فزاینده روسا و جنایت هایی که روسا در ایران صورت می دادند رو با این نامه ها و با این مقاله ها در دنیا منتشر کرد و محافل روشنفکری اروپایی رو وادار کرد که هم روسا رو محکوم کنند و هم انگلیسی ها رو
در واقع با این سوال مواجه کنند که چرا وزارت امور خارجه انگلستان همراهی می کند با سیاست های مداخله جویانه روس ها در ایران. یعنی یک برنامه، یک ابتکار جالبی بود که شوستر به اون دست زد. اختناق ایران را بخوانید، ببینید که این فرد برای ایران چه اقداماتی رو صورت داد. خب مجموع اینها و اقدامات دیگری که شوستر صورت داد، همه اینها سبب شد که روسها جز به گزینه نظامی فکر نکنند. اما این گزینه نظامی به هر حال نیازمند یک بهانه هایی بود، یک تمهیداتی بود. آمدند و رسما اولا برخی نیروهای نظامی خودشون رو وارد رشت کردند در پاییز 1911-1290 و سه تا درخواست رو به دولت ایران تحویل دادند. یک، عزل شوستر. دو، اینکه دولت ایران من بعد حق استخدام هیچ مستشار خارجی رو ندارد مگر با مشورت با انگلستان و روسیه. و سوم، هزینه های نیروهای نظامی روسیه که به رشت و سایر جاهای ایران روسها اعزام کردند دولت ایران باید بپردازد. خب این درخواست ها خلاف عرف دیپلماتیک بود. عملا آشکارا و علنا مداخله بود که روسها در امور داخلی ایران صورت میدادند. خب در صحنه سیاست داخلی ایران هم واقعیت این هست که ما با مشکلات عدیده مواجه بودیم. مشروطه خواهان همراه و همدل نبودند. کابینه با مشکلاتی مواجه بود. دستبندی ها، جبهه‌بندی های زیادی ما در این دوره در ساختار سیاست ایران داریم. کابینه با مجلس هم همراه نیست. خب دولت و کابینه ترسیدند. اولتیماتوم رو پذیرفتند. سمسام السلطنه بختیاری و حسن وثوق وزیر امور خارجه. اما مجلس پافشاری کرد و نپذیرفت. آقای ولیزاده تمام میکنم الان. نپذیرفت. استفاده میکنیم آقای دکتر. دوستانی که به هر حال هستند رو باید ملاحظه اونها داشته باشید. آخر لازم یه چند دقیقه‌ای به دوستان فرصت میدیم که سوالاتی داشتن بپرسن ازتون. بله. بله. بعد اما در مقابل انفعال دولت و کابینه، مجلس پافشاری کرد بر اصولی که بر به هر حال بر پایه اون مشروطه ایران شکل گرفته بود. مقاومت کرد و نهاد خارج از مجلس انجمن تبریز بود که نقش مؤثری در مقابله با این مداخلات فزاینده روسها در این برهه انجام داد. نامه هایی که انجمن تبریز به این ور آن ور، داخل خارج، محافل اروپایی، محافل داخلی می نوشت و اونها را تحت فشار قرار می داد که مبادا در برابر روسها کوتاه بیان، یکی از موانع و دشواری های روسها بود در جریان مداخلاتشون در ایران. خب این اتفاقات، فشارها در نهایت دولت رو وادار به تسلیم کرد، وادار به تسلیم کرد. اما مجلس بار دیگر پافشاری کرد به مقاومت در برابر روسها و مخصوصا باید یادی کنیم از شیخ محمد خیابانی، نماینده مردم تبریز در این دوره مجلس، که نطق آتشینی کرد و خواستار در واقع مقاومت در برابر روسها و دفاع از استقلال و تمامیت
ارضی ایران شد. این کشوگوز ها اختلاف نظرها بین دولت و کابینه و دو دستگی هایی که در ساختار سیاسی ایران پدید آمد به صحنه در واقع در فقط در ساختار حاکمیت متوقف نماند، بلکه به سطح جامعه ایران نیز کشیده شد. این خواست انجمن تبریز و دموکرات ها هم بود. مردم نقش آفرینی کردند، کالاهای روسی و انگلیسی تحریم شد، علمای نجف حکم جهاد صادر کردند. مخصوصا در اختناق ایران، شما اگر مطالعه کنید اختناق ایران شوستر، خیلی جالب هست که زنان نقش موثری در این دوره ایفا کردند در مقابل فشار فزاینده روسها و در دفاع از حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی ایران. خب همه اینها در واقع به جای اینکه روسها رو وادار به عقب نشینی بکند، اونها رو به هر حال جریتر کرد. اصلا ذات دیکتاتوری و استبداد این هست، ماهیتش این هست، در مقابل فشارها، اعتراضها به جای اینکه عقب نشینی بکند جریتر می شود، دست به تفنگ می برد، به کشتار دست می زند. این اتفاقات به جای اینکه روسها رو وادار به عقب نشینی بکند، سببی شد، علتی شد که به آن چیزی که در نهایت باید دست می زدند دست بزنند. خب دولت وقتی که از مذاکره با مجلس و مجلسیان ناامید شد، طرح انحلال مجلس رو مطرح کرد. خب نایب السلطنه به جای شاه این اختیار رو داشت. مجلس منحل شد و روس‌ها هم همزمان با این به جای این که و شوستر هم عزل شد همزمان با این. خب علی‌القاعده روس‌ها به خواستهای خودشون رسیده بودند، اما اکتفا نکردند و ایران رو اشغال کردند، به خراسان نیروهای نظامیشون رو وارد کردند، به گیلان و رشت و به آذربایجان. این کی هست؟ آذر ماه 1290 نیروها وارد این بخش ها و این مناطق از ایران شده. خب در نهایت مجلس تعطیل شد، باز هم به دست روس ها. مجلس اول دست روس ها، مجلس دوم به دست روس ها، مجلس سوم که در آینده تعطیل شد باز به دست روس ها. شما دست روس رو در هر جریانی که بوی دموکراسی، مردم، پیشرفت، تعالی، سعادت ملت ایران هست میبینید که مانع بزرگ روس ها هستند. نکته جالب این هست و خیلی شگفت انگیز هست این نکته که در این دوره روس و انگلیس بدون اینکه ایران خبردار باشد برای ایران با هم مذاکره می کنند. برای ایران با هم مذاکره می کنند. این نکته نکته تأسف‌بار است، ما به ازای تاریخی فراوانی هم آقای ولیزاده داره. مجلس تعطیل شد و تعطیل مجلس پایان مشروطه ایران بود در این برهه. شما بعد از این نظام مشروطه رو دوباره میبینید با مجلس سوم، البته بعد از اون دوباره تعطیل شد، اما دیگه رمقی ندارد مشروطه ایران، رمقی ندارد، جدا از مسائل مختلفی که نه در شکست، شکست رو من نمیپذیرم، اما در ناکامی مشروطه ایران در رسیدن به آمال و آرزوهاش میتوان
اونها رو به بحث گذاشت، مجموعه علل و عوامل رو که فراوان هستند، از بسترهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، سیاسی، داخل، خارج، که جای بحثش اینجا نیست، شما یک عامل رو نمیتوانید نادیده بگیرید و اون هم عامل روس هست که گفتم یک مانع بزرگی بوده است در مسیر ترقی، پیشرفت و استقرار نهادها و نظامات جدید در این مملکت در تاریخ معاصر ایران در برهه‌های مختلف. خب مجلس تعطیل شد، دموکرات‌ها پراکنده شدند، مشروطه به پایان خط خودش رسید. حالا این گذشته‌ای که برای بحث امروز کردیم پیوند می‌زنیم به تبریز. تبریز اشغال شد. تبریز اشغال شد و روس‌ها کینه تاریخی خودشون رو نسبت به مشروطه‌خواهان تبریز، آزادی‌خواهان ایران، مشروطه ایران در تبریز نشان دادند. تبریز تبدیل شد به قتلگاه آزادی و مشروطه ایران. اواخر آذر نیروهای نظامی تبریز رو اشغال کردند. مقاومت‌های جدی صورت گرفت. اما این مقاومت‌ها با توصیه‌ها، با ضعف‌ها، با کمبود امکانات در نهایت نتوانست مانعی برای استقرار نیروهای نظامی روس‌ها در ایران، در آذربایجان، شهرهای مختلف آذربایجان و در تبریز ایجاد کند. مصادف هست با محرم 1290 یا 1330، زمانی است که در کوچه بازار تبریز دسته های مختلف عزاداری رو ما میبینیم. در یک چنین شرایطی روس ها آمدند، تمام نهادهای مدنی، ملی و برخواسته از مشروطه رو نابود کردند، مدارس رو نابود کردند، با دینامیت ساختمان روزنامه ها رو با دینامیت منفجر کردند، روزنامه های آزادی خواه، ساختمان باشکوه انجمن تبریز رو به اعتبار کینه‌ای که داشتند از انجمن تبریز با دینامیت منفجر کردند، ارگ تبریز رو، برج های ارگ تبریز رو. و بعد از اینکه این مؤسسات تمدنی نمایندگی می کرد جریان جدید رو نابود کردند، دست به دستگیری رجال آزادی خواه و مشروط خواه تبریز زدند. خب خیلی هاشون تبریز رو ترک کردند از دست روس ها و خیلی هم که ماندند بدون هیچ در واقع توجیهی اعدام شدند. از این دوره به حکومت ارعاب و وحشت یاد می شود. بازار رو به آتش کشیدند. خانه هایی که در مارالان به آتش کشیدند روس ها، گفته می شد که کودکان و زنان در آتش سوختند. بازارهای متنوع تبریز رو اینها تخریب کردند. دو جریان عمده با روس ها همکاری کردند در این دوران. خیلی جالب هست. رجال وابسته به روس، در رأس اونها صمدخان شجاع‌الدوله و جناحی از مشروع خواهان ضد مشروعیت مشروط اسلامیه رو داده بودند. همراهی کردند برابر اسناد و مدارکی که ما داریم.
در واقع عمیق در گروه ها و حبیب تبریز اینجا خودش رو نشون داد، حتی به قیمت همراهی با روس ها در مقابل منکوب کردن جریان مشروطه، همراهی با روس ها. خب ما این رو در جریان جنگ های دوم ایران و روس هم میبینیم که در تبریز اتفاق میفته. حالا کاری به اون ندارم. خب از کسانی که در این حادثه به دار آویخته شدند میتواند ثقت الاسلام، شیخ سلیم، ضیاء العلماء، صادق الملک، پسران علی موسیو، حاج علی دوافروش، خیلی های دیگر نام برد که اتفاقا در زمره پاکترین، موجهترین و صادقترین عناصر آزادی و مشروطه ایران بودند. ثقت الاسلام رهبر شیخیه تبریز بود، به گواهی دوست و دشمن آدمی نجیب، شخصیتی آزادی خواه، معتدل و دوراندیش و ضد در واقع تندروی و رادیکالیسم. حالا باز شیخ سلیم مواضع خیلی تندی داشت، اما ثقت الاسلام اون رو هم نداشت. ثقت الاسلام متفکری بود، شما رساله لالانش را بخوانید، واضع اندیشه کلمه مشروطه ایرانی که دکتر ماشاءالله آجودانی بر اساس اون کتاب مشروطه ایرانی رو، اسم مشروطه ایرانی در واقع کلمه است که ثقت الاسلام اون رو تولید کرده است. بنابراین روس ها انتقام از مشروطه و جریان آزادی خواه ایران رو در تبریز گرفتند. تبریز رو به قتلگاه آزادی، به مسلخ مشروطه ایران تبدیل کرد. در ارومیه هم همین کارو کردن، منتها در حجمی درجه اندک. در شهرهای دیگر هم همین کار رو کرد. بنابراین اشغال تبریز تاوان در واقع تاوانی که بود باید تبریز میداد. کسروی میگوید این روز روز تحقیر تبریز بود، روز درماندگی تبریز بود، روز مجازات تبریز، این مجازات رو من اضافه میکنم، روز مجازات تبریز بود. به خاطر چی؟ به خاطر تلاش هایی که در راه مشروطه و آزادی ایران کرده بود. مجازات از ناحیه دوستان و دشمنان خارج. دوستان که نه، هموطنان، هموطنان اردوی استبدادی که همسو هستند با روس ها در مقابل جریان مشروطه ایران. به هر حال این اتفاق بسیار غم انگیزی هست در تاریخ معاصر ایران. و نکته جالب این هست که بعد از مقاومت های اولیه‌ای که از سوی مجاهدان و برخی از طبقات در مقابل روس ها صورت گرفت، ما شاهد مقاومت دیگری نیستیم. خب نمیدانم، من میدونم علتش رو، ولی نمیخوام این علت رو، حالا شاید یک فرضی هست، شاید یک مدعایی هست، که اگر به راحتی اون هیئت‌های مذهبی میتونستند در تبریز نقش آفرینی کنند، هیئت‌های مذهبی که در همون موقع که ثقت الاسلام رو به دار آویختند، هیئت های مذهبی در کوچه های تبریز عزاداری میکردند برای امام حسین. چه میشود؟ چه اتفاقی میافتد؟ پشت پرده اینها بعضی از تحرکات هست. خیلی جالب هست که همزمان با اینکه در کوچه پس کوچه های تبریز در عاشورا
عزاداری می شود برای امام حسین، همزمان یک عالم پاک موجه و محبوب در کنار برخی از روحانیون، علما، شخصیت های موجه همزمان همان لحظه اعدام می شوند. چه چیزی هست پشت ماجرا که اجازه نمی دهد همین هیئت های مذهبی که در مشروطه اول بعضی هاشون نقش آفرینی کردند اینجا فقط نظارگر باشند و با عدم دخالت خودشون دست روسها را باز بگذارند در این جنایت بزرگی که اتفاق افتاد؟ در یکی از نامه هایی که به بران در مورد این اتفاق می نویسند، یکی از تبریزیان که گمانم نمیدونم، احتمال میدم تقی‌زاده باشد، فجایع اون روز تبریز رو با فجایع حمله مغولان در نیشابور مقایسه کرده است. به همین خاطر هست که در ابتدای عرایزم گفتم که این اتفاق زوایای پنهان آن موضوع پژوهش مستقلی قرار نگرفته است، مخصوصا اون سؤالی که در آخر مطرح کردم، اینها روشن بشود با پژوهش های مستقلی، اسناد فراوانی ما داریم، اینها دیده بشود و در نهایت ما به درک نسبتاً درستی از این اتفاق، زوایای پشت پرده آن برسیم. خب من خیلی صحبت کردم، خیلی سپاسگزارم از حوصله‌ای که دوستان به خرج دادن، مطالبی هم یادداشت کرده بودم که از اونها دیگه میگذرم و به هر حال لازم هم نیست، چون اون چیزی که به شکل کلی لازم بود رو عرض کردم. سپاسگزارم از حوصله شما و سایر دوستانی که در این برنامه زنده حضور داشتن. در خدمتتون هستم آقای ولیزاده. سپاسگزارم آقای قدیمی عزیز، خسته نباشید، عرض میکنم خیلی استفاده کردیم از مطالب حضرت عالی، نکات خیلی خیلی مهم و حیاتی و یک طرح مسئله هم که آخر مطلب کردید خیلی بنده رو خیلی وقت درگیر کرده، این که چرا تبریزی که به قول تقی‌زاده مفهوم و شناخت رو داشت به این روز افتاد که در روز مشروط، در روز عاشور رهبرانش رو، رهبران معنوی به قول میشه گفت که سرده در تبریز بود، اعدام کردن و هیچ عکس العملی نشون ندادن. شاید به زعم بنده این اتفاقات به اتفاقاتی که در اون 11 ماه مقاومت اتفاق، اون درگیری هایی که بین محلات بود و تعدادی از نفوس به قتل رسیدن و بازارها تخریب شد، این هم بدون تأثیر این اتفاق بیفته. البته این نظر بنده هست و مردم به نوعی شاید بشه گفت که دلزده شده بودن از مشروطه و مشروطه رو مساوی رو مرج میدونستن در اون دوره. هر یک از دوستان اگر سوالی داشتن بنده و آقای دکتر بپرسن که حضرت استاد جواب بدن. نقش روستا روس مقطع کنونی چگونه میدانید؟ پیج زنان پژوهشگر تاریخ. نقش روسها در نقش روسها در در مقطع کنونی را چگونه میدانید؟ من در لابلای عرایزم عرض کردم که نقش روسها در تاریخ معاصر ایران این دوره را هم در بر میگیره. بنابراین روس‌ها هیچ وقت همسایه خوبی برای ما نبودن که هیچ، و عرض کردم یکی از علل و یکی از موانع بزرگ ترقی این مملکت هم بودن. حالا شاید دوستان